درود بر شما. 21 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی و 10 ماه می 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به ریشه های سید و سیادت در شیعه، در اسلام، مشخصا در شیعه. خیلی از بیننده ها از طریق ایمیل و پیام و پیامک و غیره خواستن که دست کم یک موضوع رو، یک شب رو، یک هفته رو به این موضوع اختصاص بدیم که امیدوارم بتونیم امشب پاسخ مستند علمی و روشن به این پرسش بدیم که اساس سید از کجا وارد اسلام و مشخصا وارد ایران شد. پرده آخرم البته خواهیم داشت آخر برنامه. در تقویم جمهوری اسلامی 15 اردیبهشت تعطیل رسمی بود، چون روز شهادت امام جعفر صادق بود و به این مناسبت روز بزرگداشت شیخ صدوق. 19 اردیبهشت بزرگداشت شیخ کلینی است و به این مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب. 25 اردیبهشت روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرک است و به این مناسبت بزرگداشت حضرت صالح ابن موسی کاظم. 26 اردیبهشت بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ. 31 اردیبهشت ولادت امام رضا و به این مناسبت روز اهدای عضو. حالا ماهای دیگه هم پر است از اینجور مناسبت ها و روزها. تو همین ماه اردیبهشت یه روزی رو در تقویم گذاشتن روز دختر یا روز دختران، به مناسبت ولادت حضرت معصومه. 21 اردیبهشت همه این مناسبت های تقویمی رو هر سال صدا و سیمای آقایون تو بوق میکنه. دیدین دیگه، مردم هم خب خیلی ها نمیدونن حضرت معصومه کیه یا کی بوده، ولی البته از کمبود دانششون. ولی 21 اردیبهشت برای دخترشون هدیه میخرن. روز پدر، روز مادر، روز پسر، روز مرد، روز زن، اینا فقط وارد تقویم نشده، وارد ذهن و عادت مردم شده. مثلا روز پدر قبلا هم گفتم به مناسبت روز تولد علی ابن ابی طالب تو تقویم جمهوری اسلامی شده روز پدر. اکثر کسایی که تو این روز به باباشون تبریک میگن، شاید هدیه هم براش میخرن، هیچ اعتقاد ذهنی و رفتاری به اسلام و مذهب حاکم بر ایران و بر تقویم جمهوری اسلامی ندارن. یعنی نماز و روزشون درست نیست، که شخص اهل نماز و روزه نیستن، امام پیغمبر نیستن. خب همین جوری شرع تبدیل میشه به عرف و شده و بدتر از همه، بهتر از همه، نوروز که میشه دعای عربی تحویل سال نو رو در مهمترین جشن ایرانی میخونیم که نمیدونیم از کجا این دعا آمده، اصلا چرا باید بخونیم. همین ندانسته پذیرفته شده ها و عادت شده ها رو، اینا رو گسترش بدیم، انبوهی از زندگی ما رو در بر میگیره. 14 معصوم، چرا فقط همین 14 نفر معصومن و بیگناه؟ اصلا چرا این 14 نفر، حالا تو همون مفهوم دینی، چرا همین هم بیگناهن؟ مگه اینا آدم ابوالبشر به روایت کتاب های مقدس نیستن؟ مگه اینا انسان نیستن؟ امامت 12 گانه یا 7 گانه یا هرچی، همون ائمه اطهار که جزو همین 14 نفرن، بر اساس چه میراثی باید دنبال همدیگه از پدر به پسر، به پسر ارشد ارث میرسیده؟ و این میراثداری چه چیزی رو میخواد جا بندازه، میخواسته جا بندازه؟ مفهوم و جایگاه سید رو اگه بخوایم بررسی کنیم، باید به همین مفهوم امتیاز در دین برسیم. چه کسانی
و چرا ممتازند و سرپرست و آقای دیگران. سید به معنای اولاد پیغمبر که لباسش از دیگران متفاوت باشه، عموم سیاهینا در قرنهای اول بعد از ظهور اسلام نبوده. شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، تبرسی، غیره، بهشون میگن شیخ، نه سید مفید و سید طوسی و غیره. میاد تا دوره صفویه 500 سال پیش از این که این ظاهر فعلی رو کم کم پیدا میکنه. یعنی اگه آخوند باشه، میگم آخوند باشه چون خب سید مکلا هم امروز کم نداریم، میدونین دیگه آخوند نیستن، اینا پرن دیگه. آخوند اگر باشد با عمامه سیاه، او رو از آخوندایی که شجرشون به پیغمبر و ائمه نمیخوره جدا میکنه. اونا عمامه سفیدن. تو شجره نامهایی که از آخوندای سید که در ایران جمهوری اسلامی منتشر کردن میبینیم که هر کدوم نسبشون به یک امام میرسونن. یعنی این رابطه خونی، ژن برتر سیادت در این آخوندا کاشته میشه، کاشته شده و این موالید پیغمبر از دیگران برترن چون اولاد پیغمبرن. و وقتی هم میمیرن میشه بهشون دخیل بست، به قبرشون، به ذریحشون و حاجت گرفت و این حرفا. این 11,000-12,000-13,000 امامزاده خب برای همین کارن دیگه. من فقط درباره خامنه ای بگم و بگذاریم. جد بزرگ علی خامنه ای سید محمد حسینی تفرشی است. شجره او به سلطان سید احمد میرسد که با 5 واسطه از اخلاف علی ابن الحسین امام چهارم شیعیان است. در خدمت آقای دکتر محسن بنایی هستیم که قبلا سالها با نام مزدک بامدادان با نوشته هایشون آشنا بودیم. پژوهشگر تاریخ اسلام و نویسنده رساله های متعدد در این زمینه، از جمله مغاک تیره تاریخ اسلام چگونه پدید آمد جلدشو داشتیم آقای دکتر، ولی نشون ندادیم. حالا نشون بفرمایید. بله، این جلد کتاب شما. خب خوش آمدید آقای دکتر بنایی عزیز به امشب صفحه آخر. من راست برم سراغ پرسش نخست. سیادت به معنی آقایی و سروری و این صفت که چه عرض کنم، لقب سید از کجا وارد اجتماع و فرهنگ و سیاست در اسلام و در ایران شد؟ من خاموش پای سخن شما. خواهش میکنم. درود بر شما آقای فلاتی گرامی، درود بر بینندگان گرامی در هر جای جهان که هستند و سپاس از دعوتتون. پس من هم مستقیم میرم سراغ پاسختون. این یک نکته رو همین اول کار باید گفت، ما به هیچ وجه در تاریخ پژوهی دوچار این اشتباه نباید بشیم که اگر یک پدیده امروز در به طور کاملا مشخص در جلوی چشمان ماست، این از همون آغاز پیدایشش به همین شکلی بوده که ما امروز میبینیم. این در مورد همه پدیده‌های جهان، چه تاریخی و چه حتی پدیده‌های درون دانش، حتی فیزیک، شیمی، هر چیزی که ما میشناسیم، اینها همیشه دوچار یک برایشی میشن. من این واژه تکامل رو به خصوص به کار نمیبرم چون تکامل جهت داره، ولی اینها دوچار یک برایشی میشن و این مبحث شیعه هم استثنا نیست در این مورد. با نگاهی که من به تاریخ دارم و نگاهی که و این مقایسه هایی که کردم، در واقع این کانسپت شیعه به این شکلی که ما امروز میشناسیمش که فرزندان یکی از بزرگان دین اسلام به نام علی ابن ابی طالب یا پسرعموی پیامبر که اینها از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند، این رو تا جایی که من در دینشناسی مقایسه‌ای نگاه کردم، این یک کانسپتی که از آیین یهود گرفته شده. یعنی شما اگر نگاه بکنید در بین یهودیان ما یک اسم فامیلی داریم به نام کوهن، کاهن یا کوهن که در همه زبان‌ها همسن، یعنی فقط در ایران نیستن، در همه جای جهان هستن. اینها بنابر روایات خودشون نسب خودشون رو میرسونن به هارون، نه به موسی، بلکه به هارون میرسونن و هارون میدونیم که برادر موسی بود. و اینها دقیقاً همون نقشی رو دارن که سیدها در
یعنی همون امتیازاتی رو میشه گفت جایگاهی رو دارن که سیدها در آیین شیعه دارن. و جالب این چیزاست که ما یک حدیثی داریم به نام حدیث منزلت که در اونجا از زبان محمد خطاب به علی گفته میشه که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسی است، جز اینکه بعد از من پیغمبری مبعوث نخواهد شد. نکته جالب دیگه که در این مقایسه ما میتونیم ببینیم اینه که ما در شیعه، و این فقط هم در شیعه هست و در اهل سنت و جماعت نیست، چیزی داریم به نام خمس، خمس مکاسب، یعنی اون درآمد خالصی رو که شما از کار و دسترنجتون دارین، یک پنجمش رو به عنوان خمس باید بدین و نیمی از این خمس، یعنی در کل یک دهم اون چیزی که شما میدین به در واقع به عنوان خمس پرداخت میکنین، یک دهمش متعلق به سید هاست، برای سید هایی که فقیر هستن، اینها هزینه شون از اون طریق تامین میشه و این در واقع میشه یک دهم از اون چیزی که شما پرداخت میکنید. دقیقا همین رو هم ما با نام معسق، اسق همون اشعر عربیه، اسق به عبری همون اشعر عربیه و معسر میشه همون یک دهم. یک دهم رو شما به عنوان یک یهودی باورمند میدین به همین کاهنیم یا به این کاهنها. و خب البته شباهت های زیادی هست، شما وقت زیادی نداریم، من سعی میکنم این مدار ازش بگذرم. همونطور که شما درستی اشاره کردین، اساسا مفهوم سید به این نوعی که ما الان داریم میشناسیم در تاریخ اولیه اسلام وجود نداشت. من حتی خیلی تعجب کردم که دیدم ما شخصیتی داریم به نام سید رضی که در قرن چهارم این نهج البلاغه رو نوشته. برام خیلی عجیب بود چون نمیشناختم تا اون موقع ما لقب سید رو برای کسی به کار ببریم. دیدم که این سید رضی فقط در زبان فارسی استفاده میشه و در زبان‌های دیگه مثلا از جمله عربی و انگلیسی، آلمانی و ترکی، حالا اون زبان‌هایی که من تا حدودی بهشون آشنا هستم، در همه اینها اشریف رضی نام برده میشه. بنابراین در اون موقع به اینها شریف و هاشمی میگفتن و این نشون دهنده اینها بود، این بود که اینها از بازماندگان شاخه علوی قبیله بنی هاشم هستند، وگرنه سید به هر کسی گفته میشه که از نوادگان هاشم باشه، یعنی در اون طایفه هاشمی. حالا این ماجرا وقتی که جلوتر میاد، تا همونطور که گفتم تا قرن ششم و هفتم که اصلا به هیچ وجه این رو به کار نمی بردن، ولی در کل کلمه سادات که شما به کار بردید در کلمه معنی لغویش در زبان عربی، مثلا من در المعانی نگاه کردم، دقیقا به معنی بزرگتر، مهتر، سرپرست و این هاست. ولی در تعریف فقهیش همونی که گفتم، یعنی همه کسانی هستن که در واقع نسبشون به هاشم ابن عبدمناف میرسه، به جد محمد، ولی در عرف عادی، در عرف معمولی به کسانی گفته میشه که از نسل فاطمه زهرا، فاطمه بنت محمد و علی ابن ابی طالب باشن. به همین دلیل به اینها هم گفته میشه سیدهای فاطمی، و اون شاخه فاطمی هم که مثلا در شمال آفریقا حکومت میکرد، این از همین شاخه بود که خب اینا هم به شاخه‌های مختلف تبدیل میشن، هاشمی هست، محمدی هست، حسنی هست، حسینی، موسوی، رضوی و غیره. و یک نکته جالبی هم در مقایسه بگم، من همین در رابطه با این به سبب گفتگو یک کتابی رو نگاه کردم بهش به نام کتاب نقص، که این در واقع پاسخ میده به نقص هایی که اهل سنت و جماعت به شیعیان یا به رافضیان گرفتن، و اونجا دیدم که جلال الدین قزوینی نویسنده این کتاب در قرن ششم نوشته که علویان که به همون سادات باشن، اینها موهای کنار چهرهشون رو میتاباندن. و شما اگر این خاردیم یا یهودیان بسیار متاسف رو نگاه بکنید، اونها هم دقیقا همین رو دارن، میبینید تشابه دیگه در اون رابطه. این یک چکیده ای از ماجرا. ببینید این شباهت ها بین اسلام و یهود خب بسیار است. نکات دو سه نکته مهم رو شما اشاره کردین، حتی در ظاهرشون. یه نکته ای رو که فرمودین، حدیث نبوی به اصطلاح که پیغمبر اسلام به امام اول شیعیان محمد به علی میگوید که نسبت تو به من نسبت هارون است به موسی. شما فرمودید که هارون برادر موسی پیغمبر یهودیان، در واقع نسلی که
حالا کوهن یا هر نامی که بر خودشون میذارن، این نسل یا نامی که دارند، این نسل در واقع جایگاه سیدها رو دارن در بین شیعیان، درست؟ و وصل میکنن خودشونو به هارون برادر. خب سیدها در ایران خودشونو وصل میکنن به پیغمبر، درسته، ولی امروز ما داریم میگیم که این سید اولاد پیغمبر در ضمن اینا وفاداران به ائمه اطهار هستن، یعنی به امامان هستن که اولین امام علیه. یعنی میخوام بگم که پایه، بذارین از همینجا حالی چند دقیقه میتونیم در این باره صحبت بکنیم، پایه در واقع این شباهت که هر دینی از دینهای قبلی برگرفته های بسیاری داره، یکیش همینه. سوالم اینه، به این دلیل شما اشاره کردین این شباهت در اینجاست که اساساً ما حتی این برادری محمد علی رو در روایت های اسلامی هم داریم. من این رو همینجا باید تکرار در واقع تاکید بکنم روش، که من اگر از منظر درون دینی به این روایت ها اشاره میکنم، معنیش این است که اینها رو من باور دارم، چون من در کتابم نشون دادم که اینها همش افسانه ها هست، افسانه هایی هستن در قالب تاریخ رستگاری. ولی در همون احادیث و به اصطلاح روایت ها هم گفته میشه که وقتی مهاجرین از مکه میرن به مدینه، با انصار عقد برادری میبندن، هر یک از مهاجرین یکی از انصار رو به برادری خودش میپذیره. تنها کسی که با یک مهاجر باز هم عقد برادری میبنده محمده. محمد میگه که برادر من علیه. یعنی این دوگان به اصطلاح این الگوی برادر و این که نسب نه از خود پیامبر بلکه از برادرش، حالا یا برادر دینی در مورد علی یا برادر خونی در مورد هارون برسه، یک الگوی، اینها یک کهن الگوهای تکرار شونده هستند که برگرفته شده. منتها اون نقشی که به اصطلاح کاهن یا کهنیم دارن در قوم یهود خب کاملا متفاوته، ولی اون معصر یا همون یک یا خمسی که گفتم، این هم یک شباهت بسیار نزدیکی داره. بله. خواستم بگم این کانسپت اساسا کانسپتی که از بیرون گرفته شده و وارد اسلام شده. بله، و آنچه که در پیوند با همین تنها برادری که برمیگزینه علی است پیغمبر، اینها در باور شما اینها جزء افسانه هاست یا اینکه جزء تاریخ؟ کاملا نه، اینا چون اساسا وجود تاریخی محمد و علی اساسا قابل اثبات نیست و تا موقعی که دلایل کافی براش وجود نداشته باشه، من اینها رو شخصیت های اسطوره‌ای میدونم، شخصیت های برساخته در دستگاه دیوان سالاری عباسی. خب من این سوال رو یه گوشه می نویسم، اگه یادم رفت خودتون یادآوری بکنین آقای دکتر. خواهش میکنم، یه من نمیدونم مثلا یه ربعی وقت بذاریم برای همین موضوع، 10 دقیقه یه ربعی اگر موافقین، حالا نه الان، یکم پیش بریم برای اینکه قضیه باز بشه. ببینید چون وقتی که اینها رو بفرمایید که هنوز ثابت نشده که اینها وجود داشتند و برساخته دستگاه خلافت عباسی هستند، بنابراین مسئله 12 امام و تمام در واقع تمام پیامدهای بعد از این محمد و علی همش با شک کاملا نگریسته میشه، از جمله وجود افرادی که آدم ها، وجود فیزیکی آدم ها. حالا ولی آنچه که باز میخوام نزدیکی این دوتا رو و مسئله سربری رو در دین که از موضوع اصلیمون پرت نشیم اشاره کنم، ببینید شبیه 12 امام که اولاد پیغمبر اسلام گفته میشوند، در دین یهود هم داریم، باز به روایت خود قرآن در سوره مائده آیه 12 که حالا من به عربیش کاری ندارم، ترجمهش می شود که خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب یا سرپرست برانگیختیم. آیت الله ناصر مکارم در تفسیر نمونه نوشته است نقبای بنی اسرائیل وزیران موسی بودند و بعد به مقام نبوت رسیدند. و توضیح این است که در حالات پیامبر اسلام می‌خوانیم که در شب عقبه که مردم مدینه برای دعوت آن حضرت به محل عقبه آمده بودند، دستور داد که 12 نفر نقیب از میان خودشان، یعنی همون سرپرست، از میان خودشان به تعداد نقبای بنی اسرائیل انتخاب کنند که مسلماً وظیفه آنها مسئله رهبری جمعیت بود. همچنین پیشوای معروف اهل تسنن احمد حنبل
که حنبلی ها شاخه ای از سنی ها هستن، در مسند خود از مسروق نقل می کند که می گوید از عبدالله ابن مسعود پرسیدم چند نفر بعد این امت حکومت خواهند کرد. ابن مسعود در پاسخ گفت ما از پیامبر همین سوال را کردیم و او در پاسخ فرمود 12 نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل، به تعداد نقیب‌ها یا سرپرستان بنی اسرائیل. خب ما جایگاهی به اسم نقیب به معنای سرپرست رو در قرآن می‌بینیم دیگه، اینجوری که به قوم بنی اسرائیل و نماینده‌های موسی نسبت میده، در حالی که تو همین قرآن از 12 امام حرفی نیست. حالا من نمیخوام وقت و اختصاص بدیم در واقع تلف کنیم که چرا اون تو قرآن اومده این تو قرآن نیومده. سوالم مشخصا این است که آیا همین سربری و نقابت است که به سید و سیادت در شیعه میرسه؟ باز این یک تفسیره، این کاملا درسته، یک نوع تفسیر. ببینید دقیقا به خاطر این که مسئله امامت، مسئله جانشینی محمد، این که علی جانشین محمد باید باشه، در قرآن در هیچ جا ثبت نشده. اساسا خود محمد اسمش 4 بار بیشتر در قرآن نیامده که 3 بارش با بنابر گفته کسانی که علم نحو و صرف و نحو عربی رو خوب میشناسن، 3 بارش صفته نه نام. ولی همون هم اساسا شما از محمد چیزی نمیدونید، از جانشینش چیزی نمیدونید، از امامان شیعه چیزی نمیدونید. ولی این فقط این نیست، شما در قرآن حتی راجع به نماز هم نمیدونید که چجوری باید نماز بخونید. یکی از مهمترین سنت هایی که برای مسلمان شدن لازمه ختنه شدنه، در قرآن اثری ازش نیست. همونطور که گفتم خمس فقط 1 بار اومده ولی مال پیامبره، یعنی انبوهی از چیزها هستن که در قرآن نیستن ولی در سنت مسلمانان انجام میشن، چون اینها دقیقاً به همین دلیل اونها به خودشون میگن اهل سنت و جماعت، یعنی اونها به سنت محمدی عمل میکنه. ولی برگردیم به این پرسش شما، مثلا اینجاست که این تفسیر رو شیعه میکنه به خاطر اینکه باید یک نوعی توجیه بکنه اون مسئله امامت رو، چیزی رو که در قرآن اساسا تصریح نشده. و به همین دلیل هم بسیاری از اهل سنت و جماعت شیعیان رو عملا بدعت گذار میدونن، برای اینکه میگن اینها مسئله امامت رو اضافه کردن. ولی به عنوان ناظر بیرونی من میتونم بگم که این تفسیر نادرسته، یعنی واقعیت برای یک ناظر بیرونی که من باشم اینه که قرآن به صراحت محمد رو خاتم النبیین و خاتم المرسلین نامیده و عملا راه ارتباطی با راه ارتباط با آسمان رو بسته. یعنی در اینجا دیگه این تفکری، این تصوری که در بین شیعیان وجود داره که ائمه به الله وصلن، شفاعت میتونن بکنن، با این که فوت کردن میتونن همین الان شفاعت ما رو در نزد الله بکنن، این و کلی از اون نسبتهایی که بهشون میدن، ویژگیهایی که بهشون نسبت میدن، عملا مخالف نص صریح قرآنه. این تفسیریه که شیعه میکنه برای توجیه اون بدعتی که در این آیین کرده. ولی ارتباط با خاندان محمد یا اهل البیت یه نوع پذیرفتگی یا اقتدار معنوی به وجود میاره برای این افراد، حداقل تو اون خیزش های آغاز دوران بنی امیه، دورانی که بهش میگیم بنی امیه یا بعدش در دوران عباسیان، این رو تا دوران صفویه هم شما میبینید این یک اقتدار معنوی به وجود میآورد اگر کسی میتونست خودش رو ارتباط بده به خاندان علی و از اون طریق به محمد. برای همین هم مثلا صفویان با اینکه کرد تبار بودن، یک تبارنامه‌ای برای خودشون جعل کردن و نسبشون رسوندن به علی ابن حسین یا همون امام زین العابدین. و خب شما این مسئله تا همین امروز هم هست، یعنی این نسبت دادن مسئله فرمان روایی رو یک نوع اقتدار معنوی و دینی رو برای شما تضمین میکنه. مثلا خاندان هاشمی اردن اساسا اون چیزی که بهش میگن مشروعیت، من با کلمه مشروعیت یه مقدار مشکل دارم، در واقع کلمه پذیرفتگی یا دادمندی رو اگه بخوایم براش بذاریم، به خاطر اینکه میگن ما علوی هستیم، یعنی ما از نوادگان حسن ابن علی هستیم، یا پادش خاندان پادشاهی مراکش رو اصلا در عربی، در زبان عربی به اونا میگن سلالت العلویون المغرب، یعنی در واقع دودمان علوی مغرب. یا به قیام مهدی سودانی اگر نگاه بکنید که در قرن 19 اتفاق افتاد، او هم خودش رو شریف میدونست و منسوب میدونست به امام حسن مجتبی در شیعه. یعنی ما این رو در عرصه سیاسی میتونیم با اون تبارنامه‌ای مقایسه بکنیم که مثلا دودمان‌های دوره عباسی، یعنی اون امیران محلی مثل سامانیان، مثل صفاریان، مثل
حتی غزنویان، مرداویجیان، تک تک اینا رو که نگاه کنی، اینا خودشون سعی می‌کردن به خاندان ساسان برسونن که یک اقتدار سیاسی داشته باشن. همین رو در منزله اقتدار دینیش ما میتونیم در اون ماجرای سیادت ببینیم. یعنی ارتباطی با امامت به مفهوم شیعی اون نداره، ولی اقتدار دینی و اقتدار معنوی رو برای کسی که بتونه این نسبت رو ثابت بکنه عملا تضمین میکنه. خب بزنین قبل از اینکه به نیاز در واقع اجتماعی بخشی از جامعه اون روز به اسم شیعیان به اینکه این سیادت رو خواستن به وجود بیارن بپردازیم، بگید میخوام نزدیکتر بشیم به همین بحثی که شما شروع کردین در واقع که محمد و علی و پیامدهاش در واقع هیچ کدومشون عینیت واقعی نداشتند و اینها بر ساخته خلافت عباسی است. ما در دوره خلافت عباسی یک جمعی از روحانیت، روحانیون رو داریم، بهشون میگن دیوان نقابت، همین نقیب ها، که در واقع مثل نهاد روحانیت امروز، این در سراسر دوره خلافت عباسی بوده است. چجوری شکل گرفت؟ آیا این نهاد بوده است در واقع نهاد روحانیت زمان شیعه زمان خلافت عباسی؟ آیا اینا بودند که در واقع سعی کردن این قصه یا بخشی از قصص دینی رو درست بکنن؟ رابطه شما خلفای عباسی که سنی بودن چه بود؟ بفرمایید. خب اول در مورد سنی بودن از همون آخری شروع بکنم. در مورد سنی بودن عباسی ها باید بگم که این نگاه اگرچه بسیار رایجه، ولی یک نگاهیه که هم به لحاظ برون دینی و هم به لحاظ درون دینی نادرسته. یعنی پژوهش‌های نو در مورد خاندان، در مورد دوران عباسی نشون میدن که به خصوص اون شاخه‌ای که بهش گفته میشه سنی، گفته یعنی این به ما نشون میده که تقریبا تا دوران مأمون ما هنوز یک دین جا افتاده‌ای با یک به اصطلاح یزدانشناسی مشخص، با یک فرجامشناسی مشخص نداریم. اینها تازه در دوران عباسی به وجود میاد. ببینید تمام اون کتاب‌هایی که خیلی عذر میخوام، فرض رو بر این بذارید که بنده بیننده این برنامه مأمون رو نمیشناسم، نمیدونم که مثلا فرض بفرمایید که دوره امام هشتم شیعیان مثلا بوده، اینو لطفا رعایت کنید که من جسارت نکنم وارد حرفتون نشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. نه دیگه، مأمون همزمان با امام رضا، امام هشتم شیعیانه. به هر صورت این پژوهش‌های نوین نشون میدن که اساسا اسلام در این دوران، تازه این اسلامی که بعدها به وجود اومد، در این دوران دوره تدوینش بود. یعنی تمام اون آثاری که شما میشناسید از سیره ابن هشام بگیرید تا مغازی واقدی، تا طبقات ابن سعد، تا تاریخ الدول عباسیه، تا البدایه و تاریخ، و تا بیان به طبری برسیم، به تاریخ ملوک و خلفا، همه اینها در دوران عباسیان شکل گرفته. یعنی ما یک حدود 200 سال اساساً هیچ چیزی نوشته نداریم. 200 سال فاصله به اون زمانی که ادعا میشه محمد به پیامبری رسیده تا دورانی که این کتاب ها نوشته میشه. در واقع این دوران یک ایدئولوژی حکومتی تدوین شد زیر نظر دیوان سالاری عباسی. ولی حتی اگه این رو ما بذاریم کنار، یعنی این دیدگاهی رو که من طرفدارش هستم که فکر میکنم اساسا اون مسیحیت تک خدایی بود که یواش یواش تبدیل شد به اسلام، اصلا این رو بذاریم کنار، در درون خود متن‌های دینی هم در تاریخ نگاری اسلامی این اومده. اساسا شعار جنبش عباسی الرضا من آل محمد بود، یعنی آن کس که آل محمد از او رضای بر سر او توافق دارن یا از او رضایت دارن. و این شعار فقط هم مخصوص عباسی ها نبود. حالا من یک از ابن خلدون یک نقل قولی رو میارم در تاریخ العبر که میگه چنان که پیش از این گفتیم، دولت عباسی از دولت‌های شیعه است و از کیسانیه بیرون آمده است. کیسانیه بعد از علی به امامت محمد ابن حنفیه فرزند علی ابن ابی طالب معتقد بودند، بعد از محمد امامت به پسرش ابو هاشم عبدالله رسید، بعد از او به وصیت او به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، و بعد از محمد ابن علی به پسرش ابراهیم الامام، و بعد از او به برادرش ابوالعباس صفا. ابوالعباس صفا دقیقاً اولین به اصطلاح خلیفه عباسیه که او و عبدالله الحارثی معروف است. این از تاریخ العبره، یعنی
متن، یک متن درون دینی بسیار بسیار معتبره که عباسیان رو شیعه میدونه و در به اصطلاح محیط های تخصصی هم عباسیان سنی حساب نمیشن، شیعه حساب میشن، منتها از یک شاخه دیگه تشیع. اینجا برمیگردیم به اون دیوان نقابت شما که گفتی، تا جایی که من مطالعه کردم، تا جایی که من برداشت کردم از این کتاب ها، اساساً شواهد نشون میده که این دیوان بیشتر برای کنترل شاخه علوی شیعه تأسیس شده بود، برای اینکه شاخه عباسی شیعه که همون عباسیان باشن در قدرت بود، شاخه علوی تلاش برای رسیدن به قدرت میکرد، این برای کنترل اینها شده بود و اینکه اینها رو زیر نظر داشته باشن. و خیلی جالبه که اینها چون مالیات رو خب دولت میگرفت، زکات رو دولت میگرفت، تنها چیزی رو که اینها میگرفتن صدقه بود. بعد به نظر من در طبقات ابن زد اومده این حدیث، به نظر من عباسیان با جعل یک حدیث اومدن گفتن که میگه هشام ابن سعید از حسن ابن ایوب، حالا بقیه رو نقل میکند، که پیامبر هدیه را میپذیرفت ولی صدقه را نمیپذیرفت. یعنی با جعل این سند عملا اومدن منبع مالی شاخه علوی شیعه رو عملا منبع مالیشون رو قطع کردن. دیوان نقابت که در هر شهری وجود داشت و به امور نقیبان یا به امور سادات نظارت میکرد، عملا یک ارگان نظارتی یا بهتر بگیم یک ارگان مثل حراست بود، یعنی یک ارگانی بود که نذاره اینها پاشونو به قول معروف از گلیمشون بذارن پایین و زمینه های دینی کار اینها رو هم حدیث سازان درباره عباسی با این حدیث هایی که میساختن تعمیم میکردن، یعنی یک پشتوانه دینی هم براش میساختن. این دیوان به شکل یک نهاد روحانیت نمیشه بهش نگاه کرد، بلکه به یک نهاد سازمان یک سازمان دولتیه که کنترل بکنه عملا مخالفان ایدئولوژیک یا مخالفان دینی و همچنین سیاسی حکومت عباسی رو. آقای دکتر، چه نیازی داشتند که سوالو حالا میکنم که اصلا چه نیازی داشتن شیعیان، حالا تفاوت شاخه عباسی شیعه و شاخه علوی شیعه رو اگر که خیلی کوتاه بگین چون توضیح دادید روشن‌تر بشه برای بیننده ها، چه نیازی داشتن به این که این امتیاز، این سیادت، این سید بودن رو شیعیان، بخشی از شیعیان لااقل، اینها مطرح بکنن، روش کار بکنن و بزرگانشون فرمانده بشن و توده مردمی که طرفدار اینها بودن در واقع فرمانبر بشن و قیامهایی رو به وجود بیارن در ایران علیه خلفای عباسی و علیه شاهان عثمانی؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. خب ببینید، این همون چیزیه که در سرتاسر تاریخ در واقع برساختن نهادها عملا در واقع در به در ساختن نهادها بر پاشنه اون میچرخیده و اون چیزی نیست جز قدرت. برای اینکه شیعه، به خصوص شیعه امامیه، یعنی شیعه علوی در واقع، خب من شیعه اساسا خیلی قدیمی تر از سنته، یعنی این بحثش بسیار بسیار پیچیده است، من وارد اون جزئیاتش نمیخوام بشم، چون شما مثلا علویان سوریه را اگه نگاه بکنین که به نصیریه معروفن، اونها اساسا تصور دیگه‌ای دارن، اونها تقریبا علی رو معادل خدا میدونن، یعنی این واژه ابو تراب که یک حدیث خیلی به نظر من خنده‌داری براش ساختن که مثلا میگن چرا به علی میگفتن علی تراب، به خاطر ابو تراب، به خاطر اینکه هر وقت با فاطمه دعواش میشد، برای اینکه عصبانی میشد، نمیخواست داد و بیداد بکنه، از خونه میرفت بیرون، خاک میریخت رو سرش. یا یه جای دیگه میگن پیامبر داشت رد میشد در مسجد، دید که علی روی خاک خوابیده، به خنده بهش گفت ابو تراب. ولی این ابو تراب در واقع معنیش هست خداوندگار خاک، خدای بر خاک فرود آمده، همون عیسایی که بر خاک فرود آمده. حالا این بحثش میگم بسیار مفصله، دوستان بینندگانی که علاقه دارن میتونن به مقاله من در مورد پدران خدایان، همسران و مادران از اللات و زشرا تا فاطمه و علی مراجعه کنم، اونجا خیلی خیلی با مقایسه های تاریخی و اسناد خود تاریخی درون دینی رو مطرح کردم. اینکه چرا اینا به هم چیزی احتیاج داشتن، مثلا اینجا بود که خب اینا دنبال قدرت بودن، برای اینکه اون شیعیان در اون دوران عباسی میگفتن که حق از ما ضایع شده. حالا اینکه این آیا اساسا علی افسانه بوده یا واقعیت بوده، نقشی در تفکر اونها بازی نمیکنه، برای اونها عین واقعیت بود که علی باید خلیفه میشد، حق علی خورده شد و این حق باید به دست می اومد، برای این قیام می کردن.
ولی خب این بهانه بود، اونها می‌خواستن قدرت رو به دست بگیرن، همونطور که عباسی‌ها قدرت رو در دست گرفتن، و برای اینکه این قیام‌هاشون رو بتونن از نظر یعنی هزینه‌های مالی این قیام‌ها رو تامین بکنن، به طور طبیعی دنبال منابعی می‌گشتن که با میل و رغبت در اختیارشون قرار داده بشه، چون قدرت نظامی به مفهوم دولتیش نداشتن و لازم بود که اینجا این افسانه‌ها رو بسازن که مثلا شما خمس یک پنجم درآمد خالصتون رو باید بدید به سید و از این طریق اینها قیام هاشون رو منابع مالیشو تامین میکردن. یعنی قضیه خیلی خیلی عملگرایانه و به قول امروزی ها پراگماتیستی بود، هیچ ارتباطی به مسائل آخرت و اینا نداشت، که البته این یک پنجم درآمد تبدیل شده است امروز به یک پنجم سود، و بعد این یک پنجم سود هم تبدیل شده است به غیر قابل نیاز، یعنی میگه شما خرجتون رو که کردین از اون سودی که در آوردین در بازار یا هر چی، بعد اون چیزی که دیگه نیاز نداشتین اونو بعد اون وقت یه پنجمش رو بدین به دیگران. باری ببینید برگردیم به همون موضوع، این رو به تگر اجازه داشته باشم یه نکته رو بگم اونو. در واقع این سری که من گفتم که در واقع شیعه از همون آغاز پیدایشش، البته شیعه به این شکلی که ما میشناسیم با یک مجموعه فقهی تازه تو قرن چهارم به وجود اومده، تا قبل از قرن چهارم ما اساسا هیچ متن شیعی نداریم، بسیار دیرتر از اهل سنت و جماعت اینها کتاب‌های فقهی و روایشون رو نوشتن، ولی شیعه با این تفکر که حقی از ما ضایع شد و این حق باید به صاحبش برگرده، نیابت امام رو اختراع کرد که رو در واقع آخوندها گفتن ما نائب امام هستیم، به نیابت از امام اینها در یک گذر هزار ساله سرانجام در سال 1979-1157 به اون هدفی که میخواستن رسیدن، یعنی حکومت رو که از آن آل علی بود به نائب علی، به نائب امام رسوندن. این در واقع یک روند هزار ساله بود که در انقلاب اسلامی به بار نشست. ببینید درباره اینکه محمد و علی پیامبر و امام اول شیعیان اصلا وجود خارجی نداشتند که فرمودید، توضیح بفرمایید. خواهش خب ببینید این که من در کتابم به طور مفصل این رو آوردم و البته این ایده ها، این نوع نگارش به اصطلاح این نوع نگرش ریویزیونیستی یا بگیم بازنگرانه به تاریخ اسلام جدیدم نیست، در واقع از اواخر سده 19 هم شروع شد، فکر میکنم میتونیم نقطه عطفش رو میتونیم بگیم ایگناس گالتزیهر بود که اون میگه اساسا این تاریخ نگاریه غربی خونی است که در رگان محمد جاریه، یعنی این تاریخ نگاری که خیلی برجسته شد در دانشگاه‌های غربی این بود که به محمد جان داد، وگرنه در ذهن مسلمان‌های اولیه اساساً چیز دیگه‌ای بود. ما هیچ سند آزمون‌پذیر تاریخی برای محمد و 4 تا خلیفه اول نداریم. ما اولین شخصیت تاریخی اسلامی رو که می‌تونیم با اسناد آزمون‌پذیر تاریخی غیر دینی وجودش رو ثابت بکنیم، شخصیت به اسم معاویه که در تاریخ نگاری اسلامی تبدیل شده به معاویه، و این ازش سکه هست، ازش سنگ نوشته هست، منابع غیر اسلامی بهش اشاره کردن، در صورتی که در از محمد و 4 خلیفه اول هیچ سند تاریخی وجود نداره، این در اسناد غیر دینی وجود ندارن، اینها آثاری از خودشون به جا نذاشتن، و به خصوص من در کتابم نشون دادم که اساسا اسلام سیره با اسلام قرآن دو تا پدیده کاملا متفاوتن و اینا نمیتونن در یک بستر به وجود اومده باشن، و در اونجا نشون دادم که اساسا چه بخش هایی از سیره یعنی اون تاریخ نگاری عباسی برساخته است، اختراعیه، و چرا اصلا نمیتونسته به این شکلی که گفته میشه اتفاق افتاده باشه. بحث بسیار بسیار پیچیده ایه، یعنی در چند دقیقه نمیشه گزارش داد، ولی چکیدش اینه که ما یک سند آزمون پذیر تاریخی برای وجود اینها نداریم، یعنی تا یزدگرد رو که آخرین پادشاه ساسانی ما به راحتی میتونیم به لحاظ تاریخی اثباتش بکنیم، معاویه رو میتونیم بعد از معاویه رو میتونیم اثبات بکنیم، عبدالله ابن زبیر رو میتونیم ثابت بکنیم، عبدالله ابن زیاد رو میتونیم ثابت بکنیم، مختار رو میتونیم ثابت کنیم، همه اینها رو ما میتونیم ثابتشون بکنیم به لحاظ داده های تاریخی، ولی این وسط یه دونه جای خالی هست، یعنی از محمد و 4 خلیفه هیچ چیزی که ما بگیم خب بر این اساس میشه اینها رو اثبات کرد خارج از تاریخ نگاری عباسی ما نداریم، بنابراین وجودشون رو باید غیر قابل اثبات بود. خب ببینید معاویه اولا آنچه که مستند است متعلق است به چه زمانی، آیا با تاریخ نوشته اسلام همخوانی داره یا نه؟ دو افراد دیگری که شما فرمودید مثل
عبدالله ابن زبیر، مثل مختار، مثل کس بقیه‌ای که به لحاظ تاریخی در تاریخ اسلام هم هستند، به عنوان افرادی که یا در لشکر محمد بودند یا اینکه در لشکر ائمه بودند یا مخالف بودند یا موافق. منظورم اینه که یک دوره تاریخی و یک جریان تاریخی رو حضور اینان اثبات میکنه. درست عرض میکنم؟ اگه اینطوره خب ما چجوری میتونیم شک کنیم؟ شک به این شکل که شما در واقع یک شخصیت تاریخی رو برمی‌دارین در وارد یک تاریخ رستگاری می‌کنه. مثلا شما تا یک تاریخ رستگاری، یکی از تاریخ‌های رستگاری چیه؟ مثلا توراته. تورات البته کلش، یعنی تنخ، کل مجموعه تورات، یعنی اسفار خمسه و کتاب نبیین، کتاب اختویم، کل اینا رو که نگاه بکنین، در این یک تاریخ رستگاریه. ولی در همین تاریخ رستگاری که نوشته شده، مثلا ما شخصیتی مثل نبوکدنضر رو داریم یا همون بختالنصر رو. این یک شخصیت تاریخیه. یا مثلا اخشاوروش احتمالاً یا خشایارشاس یا اردشیره، یکی از این دوتا باید باشه. ولی کل داستان اون هامان وزیر و به اصطلاح استر و مردخای و اینها افسانه است. یعنی یک شخصیت تاریخی وارد شده، آورده شده در جای، به اصطلاح جای دهی شده در درون یک تاریخ رستگاری و یک افسانه‌ای که اساساً برای تقویت ایمان مذهبی مسلمین اون باورمندان ساخته شده. در مورد تاریخ اسلام هم دقیقاً همینطوره. شما شخصیت‌های تاریخی رو دارین. مثلا یک مثال فقط خیلی سریع برای اینکه وقت زیادی نداریم، ببینید عبدالله ابن زبیر در تاریخ نگاری اسلامی از سال 63 تا سال 73 در مکه سنگر گرفته و داره با اول با یزید و در آخرش با عبدالملک مروان می‌جنگه در دوره این دو خلافت. یعنی 10 سال در اونجا بوده. در همون مدتی که عبدالله ابن زبیر در مکه است، ما هیچ اثری ازش نداریم. یعنی یه دونه سکه از اونجا نداریم که در مکه ضرب شده باشه. ولی در همین سال‌ها، یعنی از سال 61، از سال 63، از سال 64، از سال 65، از سال 67 تا 71 سکه‌هایی از همین عبدالله ابن زبیر داریم که در ری، در یزد، در دارابگرد و در کرمان ضرب شده. یعنی اون موقعی که تاریخ نگاری اسلامی ادعا میکنه این در مکه بوده، این در این منطقه داشته حکومت میکرده و سکه به اسم خودش میزده. یعنی یک شخصیت واقعی تاریخی آوردن اینو جاگزین کردن در یک داستان یا یک تاریخ رستگاری. میگه البته بحثش بسیار بسیار و ایران توسط چه کسانی بهش حمله شد و اشغال شد و دینش تغییر پیدا کرد؟ ایران عملاً اتفاقی که افتاد مثل انقلاب اسلامی بود. یعنی یک موضوعی بود که از درون اتفاق افتاد. در ایران برعکس اون چی که گفته میشه، ما یک ملت یک دست، یک زبان، یک دین نبودیم در دوران ساسانی ها. بخش بسیار بسیار بزرگی مسیحی بودن، بخشی مسیحیان یک تا پرست البته بودن، سگانه باور نبودن. بخش بسیار بزرگی یهودی ما داشتیم، یهودیان بخاری تا قبل از به وجود اومدن کشور اسرائیل یک اقلیت خیلی بزرگی رو اونجا تشکیل میدادن. بعد مندایی ها بودن، مندایی ها یک بخش بزرگی رو داشتن. خود زرتشتی ها یعنی پیروان آینی از مزیستان بودن. بودایی ها بودن، به خصوص در منطقه بلخ و بامیان و اینها یک آش در همجوش بسیار بزرگی بود. ولی این مسیحیان، عرب های مسیحی که از امپراتوری روم فرار کرده بودن برای اینکه اون تثلیث رو قبول نداشتن و عیسی رو نه پسر خدا بلکه پیامبر خدا می دونستن، اینها همه فرار کرده بودن بودن ایران تا جایی که در واقع اینها به اصطلاح دستگاه دینی خودشون رو داشتن زیر نظر پادشاهان ساسانی. یعنی پادشاهان ساسانی بر دستگاه دینی اینا نظارت میکردن، که میگم در کتاب من خیلی مفصل این رو توضیح دادم. اون چه که اتفاق افتاد در بحرانی که به وجود اومد در خاندان ساسان و اینها عملا دیگه اقتدار سیاسیشون از دست دادن، پذیرفتگی سیاسیشون از دست دادن، اینها در اون خلأ سیاسی جایگزین شدن، اومدن و به حکومت رسیدن. خیلی جالبه که بدونید از تا خود عبدالملک مروان، یعنی از معاویه پسرش یزید، بعد همون عبدالله ابن زبیر، تا فجاعت ابن قطره هست اسم میکنه فکر میکنم، رهبر خوارج بود که در تاریخ نگاری اسلامی بهش میگن رهبر خوارج، همه اینا رو نگاه بکنید، سکه هایی که میزنن عکس روش عکس خسرو پرویزه. تازه وقتی که عبدالملک همه اینها رو شکست میده، اولین سکه رو در شکل مسیحیش میده بیرون، که عبدالملک تقریبا ثابت شده است که مسیحی بوده، به هیچ وجه مسلمان نبوده. عبدالملک مروان
بله بله، برای همینم قبة الصخره رو نمیره در مکه درست بکنه، بلکه در جایی درست میکنه که برای مسیحیان بسیار بسیار مقدس بود، یعنی در اورشلیم. اونجا رو میسازه برای اینکه آماده بشه برای آمدن مسیح. ببینید، به این ترتیب شخصیت های صدر اسلام هیچ کدومشون مستند نیست حضورشون، یعنی همسران پیامبر از خدیجه بگیرین تا بعد، جنگ هایی که هویت در واقع حالا آغاز تاریخ اسلام رو نشون میده، و حالا اینو توضیح بفرمایید تا من برگردم به مسئله اسلامی شدن ایران. خواهش میکنم. ببینید، شما محمد رو همونقدر میتونید تاریخی بگیرید که ابراهیم رو. چرا عیسی تاریخی است مثلا؟ آیا عیسی تاریخی است؟ عیسی هم عیسی تاریخیه، ولی نه اون عیسایی که ما میشناسیم. ما مثلا الان میتونیم بخشایی از انجیلی که گفته میشه از زبان عیسی اصلا قبلش نوشته شده. اصلا یه مثال خیلی راحت براتون بزنم. در انجیل اومده که در زمان هرود عیسی به دنیا اومد و او دستور داد که همه بچه ها رو بکشن و همه پسرها رو بکشن و اینها. خب ما امروز می‌دونیم که این 4 سال قبل از میلاد مسیح اصلا مرده، این پادشاهی که گفته میشه می‌خواسته عیسی رو بکشه و در خواب دیده بوده که می‌خواد سلطنتش از بین بره و اون داستان‌ها افسانه‌ها. عیسی رو به لحاظ تاریخی اساساً خود پژوهشگران غربی دیگه الان خیلی وقته که موجودیت اون عیسی رو که در انجیل ها هست، نه اینکه هیچ عیسی وجود نداشته، ولی اون عیسی که نقشش در انجیل ها هست، عیسی رو اینها نفی میکنن و الان با انجیل های اینا رو بهش میگن تباهی نامه، یعنی آپوکریفا. در انجیل های تباهی نامه‌ای که پیدا شدن در قرن 20 نشون میدن که اساسا زندگی اون عیسی، حتی اون عیسی هم که در به عنوان شخصیت دینی مطرح میشه، زندگیش یک زندگی دیگه بوده. از جمله انجیل یهودا، از جمله انجیل مریم مجلدیه، از جمله انجیل یوسف، اینها انجیل های هستن که اساسا یک داستان کاملا متفاوت ارائه میکنن، متفاوت با اون چیزی که ما در انجیل های چهارگانه خوندیم. چون انجیل های چهارگانه تازه در سال 325 به این شکلی نوشته شدن که ما امروز میشناسیمش، 325 میلادی، یعنی 325 سال بعد از اینکه بعد از اینکه عیسی به دنیا اومد، گفته میشه عیسی به دنیا اومد. خب مثل قرآن محمد یا در مورد موسی اینم بگم، در مورد موسی اصلا اولین کسی که شخصیت تاریخی موسی رو زیر سوال برد خودش که یهودی بود، زیگموند فروید. در سال 1939 کتابی نوشته گفتش که موسی به این شکلی که در کتاب مقدس هست اساسا نمیتونه وجود داشته باشه، و ایشون یک شاهزاده مصری بوده به نام تهوتموسه که بعدا تبدیل شده به موسی، و اساسا یک روایت دیگر تاریخی. یعنی تمام اینها داستان‌ها در واقع تاریخ رستگاری هستن. تاریخ رستگاری همون آیا همین افراد حالا به هر شکلی که وجود داشتن در این نقدهایی که به تاریخ دین میشود، به هر شکلی که وجود داشتن، آیا خودشون رو پیامبر میدونستن؟ آیا مردم رو به طرف رستگاری هدایت میخواستن بکنن؟ یعنی آیا نقش در واقع معنوی هدایتگر و آقایی سروری بر جامعه زمانه خودشون داشتن یا نه؟ پاسخ این رو من با نقل قولی از دوست بسیار بسیار عزیزم که اونم در همین زمینه پژوهش میکنه، آرمین لنگ، میگم. او میگه که تا به حال ما فکر میکردیم که پیامبران دینها رو میسازن یا پیامبران مردم رو دیندار میکنن، ولی الان ما میدونیم که این مردم دیندار هستن که پیامبران رو میسازن. در واقع همه اون شخصیت های تاریخی یا شخصیت هایی که دینی هستن، یک نوع قداست دینی دارن، اینها به شکل پسینی ساخته شدن بر اساس یک سری الگوهای کهن. یک موقعی یه شخصیتی وجود داشته که اینها یک تصویر دیگه ازش درست کردن، یک موقعی اصلا شخصیتی هم وجود نداشته، اینها یک الگویی رو از جای دیگه گرفتن و آوردن به اونجا. یک مثال معاصرش رو برای شما بزنم که دیگه در زیر چشمان تاریخ و در زیر چشمان رسانه‌ها اتفاق افتاده، دیانت بهائیه. اگر من امروز از شما آقای فلاحتی بپرسم که اون کدام پیغمبر بود که در بچگی یتیم شد، در نوجوانی با یکی از اقوامش به تجارت رفت، اسم زنش خدیجه بود و پسری به اسم احمد داشت که در کودکی فوت کرد، شما به یاد کی میفتید؟ و اسمش هم محمد. اسمش هم محمد بود. اول اسمش محمد بود. بله.
خب اینی که من به شما گفتم، به هر کسی بگین میگه خب بله محمد ابن عبدالله به اصطلاح پیامبر دین اسلام، ولی اینی که من به شما گفتم این علی محمد بابه، اسم زدنش خدیجه بیگم بود، پسری داشت به نام احمد که فوت کرد در کودت 12 سالگی، با داییش به تجارت رفت و الی آخر. بنابراین شما ببینید علی محمد باب از لحظه‌ای که وارد عرصه تاریخ میشه دیگه خیلی ما راجع بهش افسانه نداریم، ولی قبلش فقط هاجیولوژیه، یعنی قدیس شناسیه، یک الگوی کهن تاریخی برداشته شده، سوار شده روی شخصیت حقیقیه که ما میشناسیمش. اگه به شما بگم اون کسی که در حدود 40 سالگی قیام کرد، اسم طرفداراش، اسمش محمد بود، اسم پدرش عبدالله بود، از شهری که توش زندگی میکرد فرار کرد، اسم طرفداراش انصار بودن، بعدها لشکریانی جمع کرد، دشمنانش شکست داد و اومد اون شهر رو دوباره تسخیر کرد و 4 تا خلیفه از خودش به جا گذاشت، شما یاد کی میفتید؟ بی سوالیه آی دکتر. این بگین دیگه. محمد مهدی سودانیه در قرن 19، محمد مهدی سودانی که بوده دقیقا. ببینید اینها یک الگوهای تکرار شونده است. کی بوده؟ محمد مهدی سودانی یکی از آخرین، بله یکی از آخرین به قول معروف مدعیان مهدی بودن، مهدویت بود، که نسب خودش رو به امام حسن عسکری، به امام حسن مجتبی میرسوند و قیام کرد اون موقع به عنوان مهدی قیام کرد و با انگلیسی ها جنگید و خب البته در نهایت جنبشش شکست خورد، با اینکه خودش پیروز شد و از خودش خلیفه به جا گذاشت، ولی جنبشش شکست خورد. خب این چیزایی که در پیوند با زندگی او شما فرمودید، قبل از او، قرنها قبل از او در پیوند با زندگی محمد ابن عبدالله نوشته شده، خب این چجوری عیناً واقعیت پیدا کرده، یعنی در زندگی این، یا نه، یا مثلا علی محمد باب که میگید جانم همش برساخته است، برای اینکه شما علی این تاریخ ها و اینا رو همه چسبوندن با آن چیزی که در تاریخ این همون الگویی که بود که به شما گفتم، الگویی که شما یک شخصیتی رو که یا وجود داره میگیرین و یک الگوی قدیمی رو روش پیاده میکنین، یا اینکه اساسا شخصیت وجود نداره، شما اون رو هم میسازین. ببینید در دوره بعد از فرصتمون هم متاسفانه اینقدر کمی که باز به دوره همین محمد و آنچه که شما فرمودید در مورد شک کردن به شخصیت‌های اصلی دین اسلام و بعد مسئله تصرف ایران به دست خلفای عباسی، این همه تاریخ نوشته شده توسط خود ایرانی‌ها درباره حمله اعراب مسلمان به ایران هست 1400 سال پیش، شما اینا همه رو رد میکنین؟ 100%. برای که اساسا شما نگاه بکنید، اسلام یک، با نگاهی که من میکنم، اسلام یک دینیه که در درون مرزهای حکومت ساسانی به وجود اومده و برای این دلیل هم در بخش تاریخیش ما میتونیم اون چیزایی که ثابت شده است بگیم. ببینید بنیانگذاران مذهبهای چهارگانه شیعه، یکیشون که من سکوت میکنم تا آخر برنامه که شما توضیح در این باره بگین بدین، فقط در روند فرمایشاتتون خواهش میکنم به ویران شدن آثار مثلا تمدن ساسانیان از هخامنشیان و ساسانیان در ایران، تخت جمشید، بیستون، تمام اینها، و بعد به همه اینا توجه داشته باشین و بفرمایید. خواهش میکنم. بله. ببینید اون در واقع همه اینها در جغرافیای ایران ساسانی، ایران ساسانی وقتی که من دارم میگم، مرزش، یه مرزش تقریبا چین بود، یعنی از پامیر شروع میشد، میرفت در دوران خسرو پرویز تا مصر. ما حتی در تونس مثلا یک خاندانی رو داشتیم که بعدها به قدرت رسیدن به نام آل رستم یا رستمیون. زنگبار بخشی از منطقه نفوذ فرهنگ ایرانی بود، یعنی کل این منطقه رو باید در نظر بگیریم. بنیانگذاران مذهب‌های چهارگانه که مال مذهب شیعه به اصطلاح اهل تسنن هستن، همشون در این جغرافیا زندگی میکردن. تاریخ نگارانی که تا به اصطلاح نسل اول و دوم تاریخ نگارانی که اساسا تاریخ عباسی رو نوشتن یا این تاریخ محمد رو، اسلام رو نوشتن، اینا همشون درون جغرافیای
ایران بودن. ببینید ابن هشام همیری مربوط به یمن بود. یمن اساسا از دوران خسرو انوشیروان بخشی از امپراتوری ایران حساب میشد. واقدی مال واقدی و شاگردش ابن سعد در منطقه بغداد امروزی، یعنی در باز هم در پایتخت ساسانیان زندگی میکردن. طبری که خب ایرانیه، دینوری که ایرانیه، یعقوبی ایرانیه، اصفهانی ایرانیه. همه اینها رو اگر با هم بذاریم میبینید که تاریخ نگاری رو هم ایرانی ها نوشتن. بعد میاد به اصحاب صحابه سته میرسید، یعنی به حدیث گزاران، کسانی که حدیث های محمدی رو یا حدیث های ائمه رو جمع کردن و صحیح یا مسند نوشتن، از جمله بخاری، از جمله مسلم، از جمله ابن ماجه. یعنی شرقی غربی ترین اینها در قزوین بوده، ابن ماجه است. بقیهشون همه شرقتر از قزوین بودن. شما تو هر زمینه‌ای که نگاه بکنید، ببینیم الان دو تا قرائت از قرآن داریم. بازم برخلاف اون چی که همیشه میگم قرآن معجزش اینه که یک قرائت بیشتر ازش وجود نداره، همیشه در همیشه همین قرائت وجود داشته و تغییری نکرده، اینم یک افسانه است. ما همین الان که اینجا نشستیم دو تا قرائت اصلی قرآن داریم که قبلا میگن هفت تا بوده. این دو تا قرائت، یکیش قرائت حفص از عاصمه، یکیش قرائت ورش از نافه. قرائت حفص از عاصم، عاصم کسیه که میگن مال مدینه بوده، ولی خود تاریخ نگاری اسلامی میگه که این اصفهانی بوده و رفته کوچ کرده به مدینه. رافع رو هم میگن که نافه، که اون قرائت دیگه یه که در شمال آفریقا بیشتر استفاده میشه، نافه هم مال کوفه بوده، یعنی باز هم در جغرافیای ساسانی بوده. یعنی شما هر چیز این دین رو که نگاه بکنید میبینید برگرفته از جغرافیای ساسانی بوده. ما به ندرت کسی رو داریم که اهل مدینه مکه باشه. هر جایی هم که این اسم میاد، مثلا میگن بخاری اهل کابل بود، بعد اهل بخارا بود، بعد یک دوره از زندگیش رفت مدینه. همه اینها رو این تاریخ نگاران اسلامی یه دوره فرستادن مدینه که اون ارتباط با مدینه قطع نشه. در واقع اون چه که در اون موقع اتفاق افتاد و حکومت ساسانی سقوط کرد و میراثش که از دوران هخامنشیان مونده بود، از دوران اشکانیان مونده بود، در دوران خود ساسانیان مونده بود، دوچار نابودی شد، دقیقاً به خاطر این بود که گذشته تاریخی ایرانی ها پاک بشه و جا باز بشه برای این دین جدیدی که در حال شکل گرفتن بود. دین اسلام هم در 23 سال شکل نگرفت. دین اسلام از موقعی که از مسیحیت یکتاپرست خودش رو راهش رو جدا کرد تا موقعی که اون کتاب‌های اصلیش نوشته شده تدوین شد، حداقل بین 200 تا 300 سال زمان لازم داشت. و خب میگم اینها کتاب‌های زیادی هست، کتابایی هست در دوستانی که علاقمند هستن در سایت kandokav.net میتونن اینها رو تقریبا همش رو رایگان دانلود کنند، از جمله کتاب خود من رو که PDFش در اونجا هست. بحث بسیار بسیار گسترده و پیچیده‌ایه و میتونم بگم که هنوز بسیاری از سوال‌ها هستش که ما نتونستیم بهش جواب بدیم، ولی این رو به طور قطع من میتونم امروز بگم که تاریخ نگاری اسلامی اونجور که نوشته شده به طور قطع اتفاق نیفتاده. جایگزینش هنوز باید ثبت کرد. قرآن عاصم و قرآن نافع که فرمودید، بسیاری بر این باورن که قرآنی که الان هست قرآنی است که زمان خلیفه عثمان جمع‌آوری شده است. شما خلفا رو به طور کلی میگی اینا وجود خارجی نداشتند و اینا قصه هایی است که هم اهل تسنن هم اهل تشیع، حالا از ما اونایشون که در ایران خیلی مطرحن، یعنی از سید، از شیخ مفید گرفته در قرن سوم و چهارم هجری دیگه، در واقع تاریخ هجری رو خب کلینی و سید رضی که نهج البلاغه رو می‌نویسه دیگه، این همه جا هست روشنه. ببینید فرصتمون یه دقیقه هم کمتره. قرآن عثمان رو که خب شما بنابراین میگید که اصلا این حرف پرته کاملا. خب این بحث فقط نوکی بود به سفره تاریخ در واقع و ادامهش خواهیم داد و صاحب نظران دیگر هم اگر تماس بگیرن در خدمتشون هستیم. ممنونم آقای دکتر بنایی عزیز. خواهش میکنم، سپاس از دعوتتون. حالا بریم پرده آخر. خداوند متعال قسم یاد کرد، حق القول منی، من قسم میخورم، و اکرمن نمت و جعفر، من جایگاه امام صادق رو خیلی عظیم میکنم. ببینید الان همه عالم به امام صادق علاقه دارن. بعد حضرت فرمودن، خداوند متعال فرمودن من امام صادق رو در بین شیعیان شاد میکنم.
الان تو همه دنیا چه شیعیان امام صادق چه پیروان این مکتب، من امروز میگم این دانشجویان عزیزی که توی دنیا بر علیه ظلم دارن قیام میکنن، تو کالیفرنیا، توی آمریکا، تو اروپا، اینا در واقع پیروان مکتب امام صادق علیه السلام هستن و حضرت دارن این صحنه ها رو میبینن و شاد میشن. شب و روزگار خوش.